ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. میگردانن اینا از برای خدایی که نمیدانن نصیب ایسا مما رزقناهم از مالی که ما برشان دادیم. تالله لتسألون ما کنتم تفترون، قسم بالله سوال میشن از چیزایی که شما جور میکنین. و یجعلون لله البنات، میگردانن از برای الله دخترا. دخترا میگه الله اولاد داره ولی بچه نیست، دختر است. نه ای ظلم مسک، یکی اولاد دیگه دختر. سبحانه پاک است الله و لهم ما یشتهون، از برای خودشان. اما اولادایش کشتیا میکنن خوش دارن، او چی از بچه خودشان دختر به خود خوش ندارن، او نسبتشان باز با الله میتن. ای تو ظالم، ای الله قدرت داره، او باز اولادش دختر میباشه و از شما بچه میباشه. ای ظالما. و اذا بشر احدهم بالانثى، وقتی که بشارت داده میشه که از اینا به دختر که در خانه دختر شد، ظل وجهه مسودا، میگرده روی سیاه و هو کظیم، از غم پر میشه. یتوارا من القوم، میپوشانه خدا از قوم، من سوی ما بشر بی، از بدیان چه که بشارت داده شده گیست به اینها. ایمسک علیهن، یا نگاه میکنه تیرا بسیار به ذلت، ام یدسو فی التراب، یا داخلش میکنه در خاک، یا به ذلت نگاهش میکند، یا در خواب در خاک داخلش میکنه، زنده زنده به گورش میکنه. علی سا ما یحکمون، بعد از آن چیزی که اینا قضاوت میکنن. آن الله دیگه شرک از اینا را بیان میکند. شرک از اینا ای بود که وقتی که برای خود عیسی و نصیب تعیین میکردن، به بتا عیسی میدادن که به نام از او باشد. الله میفرماید که ویجعلونه، میگردانن برای اسنام بتا و خدایشان، او خدایی که لا یعلمونه ربوبیته، یا نمیفهمن که یا رب است یا نی، به او خدایی که و علم ندارن، برهان و دلیل نیست. لما لا یعلمون، به او چیزی که نمیفهمن، یعنی به خدایش کدام دلیلی نیست، کدام علمی نیست. چی میگردانن؟ نصیبا حصه. حصه چی؟ مما رزقنام، از او مالی که ما برشان داریم. او چی بود؟ زراعت و چارپایا، به خاطر تقرب تا که نزدیک شد. ما شما در سوره انعام خواندیم که بر از اونا حرس و زراعت و گندم، جو جواری، برنج، چیزا رو می آوردن می ماندن. این به نام از اینا. یک چند تا گاو و گوسفند شتران هم به نامش آزاد می کردن که ما به اینا نزدیک شویم. مثل کان دمی قبرا و زیارت ها، چند تا را گاو و گوسفند دروان می کنن اونجا ذبح شوه، و یک ذره شولی شیرین و تند می گپا را سوای جمعه روان می کنن. دمی روزه چهارشنبه این گپا و اون در اونجا زدنک می باشه، برین دمی قبرا ببینین. یا ما میتو میکردم به خاطر تقرب به این بوتا تا که به اینا نزدیک شود، بازو را به الله پیش کنه. اینا میگه ما به قبرا نزدیک شویم، یا ما را به خدا پیش کنه. این کار مسلمان های فعلی مثل از اوناست. الله میگه سیکو این کارهای از اینا را ردشان میکنه که چی کارهای میکنن. اون بیچاره چیزی دست از اونا نمیاد. الله میفرماید تالله، قسم به الله که سوال میشین از او چیزی که افترا میکنین، یعنی شما دروغ به الله جور میکنین که ما را به الله نزدیک میکنه این کارا، این خو افتراست. ما در کجا گفتیم به نام بت یک چیز از ابکو بت به من میرسی، یا برو در قبرای کارا را بکو به من میرسی؟ این خو افتراست. الله از این کارتان پرسان میکنه. و یجعلون لله البنات، از جهل مشرکین صفات و بیعقلیشان نیست که برای الله بنات میگردانند، دخترا نسبت میتن به الله دخترا را. میگفتن ملائکا بنات الله است، این آیت های صریح میاد. و جعلو لهم بنینا، برای خودشان بچه. اولادای ما هم داریم، الله از الله دختر است، از ما بچه. به خاطر می دختر ضعیف هست، این به الله باشه. ما که هستیم قوی قوی آدم هستیم، به ما بچه باشه. سبحان الله، می پاک است، ما بسیار منزه است از افک و بهتانی که یا میکنن. و لهم ما یشتهون، میگردانن برای نفسای خود آنچه کشتیهایشان است، بچه. با وجودی که دخترها را بد میبردن، یعنفون من البنات، بسیار عار میدانستن دخترها را. و عارشان چی بود؟ اذا بشر احدهم، بشارت داده میشد یک از اینا به ولادت بنت بالانسا که در خانه دختر شده. اوهو دیگه وام که اول باری یا دوم سیوم می بود یا چارم، ظل وجه مسودن، میگردید روش سیاه، وجه روش تغییر میخورد از غم و اینا، سیاه میشد. یکم تا که بسیار قار شود ای تو سیاه میشد، دختر شده در خانه ما، در خانه تو دختر شده. قرطبی میگه که کنای از غم و این گپاس، ولی سیورید و سواد، ای تو نه که بیخی سیاه شود،
یعنی اق غم که همون تو سرخ و سیاه می شد. عرب تقول میگه هر چیزی که چیز بد مواجه شد میگه اسود در وجه و روش سیاه شد. نی حقیقتا نبود میگن روش سیاه شد. ای تو سیاه نمیشد، یعنی سرخ میشد نزدیک به سیاهی یگام تاره که بینیم بسیار قارش ها متو میشد. و هو کظیم و ای از غم پر می بود، از غم و قهر و غضب. ای تو کز میره میگه میپندیده میتو که چی کار کنم. یا توارا من القوم پنهان میشه، یختفی من قومی، از قوم خود خدا میپوشانید. چرا؟ من سوء ما بشره بید، بدی آنچه که بشارت داده شده چرا خدا میپوشانید؟ من العاری، آر یعنی مردم به این میگفت که تو چه قسم آدم هستی که در خانه دختر شده، این چه قسم مرد است، یعنی تو مرد نیستی، بی غیرت هستی. میگفت از پشت مرد مرد میرویه، از نامرد ماده ماده. ایره میفت تو ماده هستی، ماده پشت هستی که تو شده. اگر تو مردی میداشتی بچه پیدا میشد. این بسبب بسیار گپا میزدندش و این را حبه الهی فکر نمیکردن. گویا که دختر مصیبت بود در حالی که اولاد نعمت الله است. باز فکر میکرد که چی کار کنه، یا نگاهش میکرد این را به ذلت و رسوایی بسیار توهین آمیز نگاهش میکرد. او سویت نان و سهی نمیدادش، توجه نمیکرد لباس یاشه، ام یه دوست و فطرات یا دفنش میکرد در خاک زنده. حالا می خبردار سا اما یحکون، بعد از آن کاری که اینا میکنن نسبت میتن به خالق دخترها را و خودشان به یک درجه که ذلت هستن حقارت به خود نسبت بچه را میتن. الله از چیزا بسیار پاک هست که اینا میکنن. حال در افغانستان هم میتور هست نه؟ اکثر مسلمان ها او کافر ها بود، امی غیرت دختر بچه هست، دختر اول باریش که باشه وزش خراب میشه. این که بگوین که او حقیقت را خونه میشناسه این مردم، اما شو شش هم میشناسه نه، شو شش شو شش بچه باشه در موسیقی و خواننده و عیاشی کارا رقص و کارا را میکنن. دختر که بود نه شش هست نه دیگه، چوب خاموشی است، نه نان هست نه دیگه هست، دختر هست. میگه با دختر که نان داده، در حالی که رسول الله میگه که دختر پیدا شد یک گوسفند ذبح کنیم، این نعمت الله است. در خانه کسی که دختر میاد رحمت الله آمده. باز وقتی که دومش دختر شد، اوهو اینجا خب بسیار وضعیت خراب میشه که دوتا شد ای زن هم بدش میاد، سی هم دیگه نزدیک به طلاق میشه که حال طلاقش بتیم چی کنیم. چهارم شد و پنجم شد و ششم اونجا دیگه حتمی دیگه وضعیت خراب میشه. میگن که یک میراث خور پیدا شد. للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء، از برای کسایی که ایمان نمیارن به قیامت صفت بد است. ولله المثل الاعلى، از برای الله صفت های بسیار بلند است. و هو العزیز الحکیم، الله غالب صاحب حکمت است. ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم، اگر الله میگرفت مردم به سبب ظلمشان، ما ترک علیها من دابة، ترک نمیکرد در روی زمین کدام زی روح را، کل گیره میکشت. ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمی، لیکن الله مهلت میده تا یک وقت مقرر. فاذا جاء اجل، وقتی که بیاد وقت مقرر، انسانها لا یستأخرون ساعة، مأخر نمیشود یک لحظه، ولا یستقدمون و نه پیش میشه. و یجعلون لله ما یکرهون، میگردانند عقیده میکنند به الله چیزی را که بد میبرند. و تصف السنتهم الکذب، بیان میکنه زبانشان دروغ، ان لهم الحسنا، که بدون شک از برای اینا جنت است. لا جرم حقا، ثابت است، ان لهم النار، که از برایشان آتش است. و انهم مفرطون، بدون شک اینا داخل میشن در آتش. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلک، بدون شک ما روان کردیم با امتا پیش است. و فزین لهم الشیطان اعمالهم، زیبا کرد شیطان از برای اینا اعمال بدشان را. فهو ولیهم الیوم، ای شیطان دوستشان است امروز. ولهم عذاب علیم، از برای اینا عذاب دردناک است. آل الله می فرماید این صفات بدی را که اینا به الله نسبت می تن. ولله للذین لا یؤمنون بالاخره، کسایی که ایمان نمیارن تصدیق نمی کنن به قیامت و نسبت دخترها را به الله می تن از جهت جهالت و بیعقلی. مثل السوء، صفات بد است، صفات بسیار قبیح است، در قبح بسیار در حد نهایش رسیدگی است، به خاطر که اینها نسبت می تن به خدایشان چیزایی را که نسبت میتن و چیزای خوب است، به الله چیزای بسیار بد نسبت میتن.
ولله المثل الاعلى، دختر داره و بچه داره و فقیر است. گپا از برای الله متعال صفت بسیار بلند است، کمال مطلق است. از صفات مخلوقین الله بلند است، لیسه که مثل ایشون. و هو العزیز، الله غالب است در مملکت خود، هیچ کسی را مغلوب کرده نمیتونه. در کار خود حکیم است، در تدبیر خود، تنظیم خود، که کسی را چیز میتونه و دیگر را نمیتونه. الله از حلمش گپ میزنه. الله بسیار بردبار است، با وجودی که مخلوق ظلم و گناه میکند. حالا الله میفرماید، سوال پیدا میشه که چرا الله اینا را هلاک نمیکنه؟ الله میگه اگر هر انسان ما به سبب گناهش هلاک کنم، در روی زمین هیچ کس نمیمانه. کی گناه نمیکنه؟ کلگی مردار میشه میره، در روی زمین یک نفر نمیمانه. ولو یؤاخذ، حالا الله میگه بالفرض الله مؤاخذه میکنه کافرها را به سبب کفر گناهشان و فاسقا را به سبب فسقشان و زود عذاب دنیا را می آورد، ما ترک علیها من دابه، ترک نمی کرد، باقی نمی ماند. الله در روی زمین هیچ انسانی را که یدوب و لازر که حرکت کند، انسان حیوان کلگی می مرد. جرا هر کی که گناه می کرد عذاب می آمد، یک سه مردم به خاطر گناه چند تا اونجا کلگی هلاک می شود. کی زنده می ماند؟ ولیکن یو آخرم الى جل مسمه، لیکن الله مهلت می ته اینا را تا یک وقت معین که حکمت تقاضا می کند. بعض کافرام گفته بود که قدر این مردم ها ظلم میکنه، الله نظر میکنه، چیز نمیگه. الله میگه من مهلت میتم. فاذا جاء اجلهم، وقتی که بعد وقت متعین شده هلاکتشان، لا یستأخرون، اینا باز مؤخر نمیشن، مهلت داده نمیشن. ساعتا، یک لحظه از زمان هم نی و نه مقدم میشه تا که وقت نبیه عذاب نمیه. مثل که الله میگه و جعلنا لمهلکهم موعدا، ما به جای هلاکت از اینا وعده تعیین کردیم، وقت معین است. و یجعلون لله ما یکرهون، میگردانن عقیده میکنن به الله آن چیزی را که بد میبرن. دخترها با وجود خودشان بد میبرن. و تصف و السنتهم، این تاکید است به ما سبقه توبیخ است، صفت میکند، بیان میکند زبانه از اینا دروغه، یعنی برای الله چیزی را که میگردانن با وجود از این یا گمان میکنن که در جنت میرن. میگه اگر ما مردیم جنتیستیم، شرک میکنه، کفر میکنه، جای خود جنت میدانه. مثل که امیال ببینیم بسیار گناه کده میره، با چه می جنت الفردوس با او داد با ای داد دعا کده میره، نه این فلانی جنت رفت، او فلانی در جنت رفت. بیان میکنه زبانشون دروغه که الله اولاد داره، دختر داره. و دروغ چی است؟ که ان لهم الحسنه، که بدون شک از برای اینا جنت است. یعنی کفر بکو، شرک بکو، جای تام جنتی. عجیب عالم فاسقا ما میتوس عیاشی به بندوباری زنا و یام میکنه با می ما خود جنتی استیم، نه جنت میریم. نگو میگه نه ترسان ما را، این صفت کافر است که کفر گناه میکنی و میگی جنتی استم. لا جرمه، الله می حقا ثابت است که ان لهم النار، در مکان جنت آتش، آتش این جنت نیست، آتش است. این چیزی که آرزو کردن نیست، آتش است که غیر از عذاب در عقبش دیگه عذاب، 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 دیگه هیچ نعمت نیست. و انهم مفرطون، بدون شک اینا معجلون الیها، به تیزی داخل میشان، مقدمون پیش میشان، داخل میشان اینا. در مفرطون قطاده اینا میگه فرط، یعنی سابق الی طلب الماء، که سبقت میکنه آبا بیاره. مفرطون یعنی مقدمون پیش میشن داتش. مجاهد میگه مفرطون یعنی متروکون، ترک میشن، منسیون داتش مانده میشن. ثم ذکر تعالی، الله آل یاد میکنه نعمتهای خدا به ارسال رسول تا که در صبر و حوصله نبی به چی کنه؟ اقتدا کنه. کل ما و شما اقتدا کنیم. تالله لقد ارسلنا، قسم به الله که بدون شک ما روان کردیم، الى امم من قبلک، به امتا اقوام سابقه که پیش از تو بودن چی روان کردیم؟ انبیا را. فزین لهم الشیطان، زیبا کرد از برای اینا شیطان اعمال بدشان را. الله می فرماید، قسم است میگه که پیش از تو ما دیگه اقوام سابقه که شیطان برشان اعمال شان زیبا کرد، انبیا را روان کردیم، تکذیب کردن، انبیا را رد کردن، اینا انبیا را ایمان ناوردن، شیطان برشان اعمال کفرشان زیبا کرده بود. فهو ولیهم اليوم، شیطان ناصرشان است امروز در دنیا و بد ناصر و مددگار. از یک کفر به دیگر کفر میبره، پشتشان شیطان گرفته. و لهم عذاب نلیم، در آخرت از برای این عذاب درناک است. و ما انزلنا، ما روان نکردیم، پایین نکردیم،
نازل نکردیم علیک بطای پیمبر الکتاب قرآن را الا لتبین تا اینکه بیان بکنی لامد برایشان الذی اختلافو فی آنچه که اختلاف کردن در قرآن و هدن و رحمتا لقومی و منون هدایت و رحمت از قرآن از برای قومی که ایمان میارد و الله انزل من السماء ماء الله انزات از پایین میکند از طرف آسمان آب باران را فحیا زنده میکنه به الارض زمین را بعد موت و بعد خشک شدنش این فی ذلک لایت لقومی اسمعون بدون شک دمی دلیل است برای قومی که میشنود و این لکم فلان عامل ابرا بدون شک از برای شما در چارپایه ابرا تو درس است نسخی کم مما فی بطونی می نوشانیم شما را از آن نوشابه نوشیدنی که نشکم از این است من بین فرسن از بین سرگین و دم خون لبنن شیر خالصن خالص سایغن بسیار ترشوینده و مزناک است از برای شاربین نوشین کسایی که می نوشن شیر و من ثمرات نخیل و آفریدگیست ما پیدا کردیم از میوه های خرما و عناب انگور تتخیلون منه که مجور میکنین از سکرن یعنی نوشابه و شراب این چیزا و رزقا حسنا رزق زیباست این فی ذلک لایت لقوم یعقلون در این بدون شک در این دلیل است برای قوم تعقل و تفکر میکند و باز ایمان میارد قدرت الله و وحدانیتش درک میکند. حالا الله می فرماید قرآن که ما نازل نکردیم مگر به خاطر وضاحت. قرآن چرا نازل شد؟ تا که وضاحت بیتی آنچه که اینا اختلاف کردن در دین احکام تا که حجت به بالاشان تمام شد. اختلاف چیز قرآن قبول نکردن این را نازل کردیم که وضاحت بیتی. دیگه قرآن هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان آوردگی میارن. قرآن نازل کردیم هدایت قلوب رحمت و شفا برای کسایی که ایمان میارن. آله الله قدرت خود را بیان میکند وحدانیت خود را و چی است؟ الله از طرف آسمان آب باران نازل میکند با واسطه از زمین خشک تازه میکنه نباتات میرویاند. در این دلیل است از برای قومی که یسمعون میشنوند یعنی قبول میکنند سم چی سم تذکیر پن میگیرند فکر میکنند ای تو نیکم تو بشنوی از این گوش بیا و با اون گوش بره و این لکن فلان عامل ابرا بدون شک از برای شما انسان ها کل انسان های روی زمین دمی چار پایا شطور گاو بزو گوسفند و دیگه ایوان های وحشی الان عبرت است عبرت و از و نصیحت است که عقلا باید به این عبرت بگیرند در پیدایشش در تسخیرش که چی شده مسخر است یعنی رام شده گیست الله را رام کرده دلیل به چیز وحدانیت و قدرت الله نسخی که مما فوی بیتونی می نوشانی ما شما را از بعض آنچه که داشت کمی چار پایاست مما یعنی بعضش کلش نه داشت کمش کرد و چی است مما فی بطونی من بین فرس و دمن از بین فرس یعنی سرگین از بین فرس یعنی سرگین میگه نمی شیر که هست از بین سرگین و خون بیرون میشه اینمی حلیب و شیر خالص لبنی که نافی است زمحشری میگه ای آیت عبرت است الله تعالی خلق میکنه شیره از وسط امی سرگین و خون میبراید نه بوی سرگین داره نه بوی خون داره یک میده خونم در این خلط نشده که رنگش تغییر بده این قدرت است از بین سنگیر سرگین خون بیرون میشد و بینش یک پرده است قدرت الله نمیمونه که خلط شد لا یبغی احد ما علیه یکش دی تجاوز نمیکنه برنگ یا نه تام نه بویش تغییر میده نه تامش سبحان الله پاک ما اعظم قدرتو چقدر قدرتش عظیم است زمخشری میگه و الطف حکمتو چقدر حکمتش باریک است کسی که تفکر و تعامل کنه سعی کنین الله میگه ایره کی میکنه ایره کدام بت میکنه کدام مرده میکنه کی میکنه این کاره شما میرین مرده و بتا را عبادت میکنین یا آفتاب میکنه چی میکنه ایره واقعا کسی که مشرکت بسیار ظالم است کوی قدرت هست سائقا ای تو میگه شیر لبنن شیر خالصا خالص صاف نه بوی چیز هرگین داره نه دیگه سائقا بسیار سهل المرور است یعنی آسان تیر میشه در حلق از برای شاربین ای تو لذیذ است هیچ در گلون بند نمیمانه خصوصا امی شیر که نو کش میکنی امی تو شیرگان برابر از زمستان تا وستان هر وقت اما وقت که بالاش کنی امی تو میرک خوشت میاک امی گلون تا یکی امی تو دردا و مرضایش گم میکنه و من ثمرات النخیل و از برای شما و او بسیار فایده هم داره بسیار قوت نمی نو که میگه از قوت شام بالا نو که میده باز عادت میشه اگم تو میگه میدی مز مشنا میکنه و عادت میشه کم کم استفاده کرده برو و همین کوچی ها را که ببینی که قوی هستن همون شیرا را میزنم و نو که میگیره بالاش میکنه
و بدون شک من ثمرات النخیل از برای شما میگه دیگه نعمت هاست که میوه های خورما، خورما بهترین میوه است، اقسام خورما است. این که نان هم نباشه بخوری سیر میشه، امیال یک کیلوش 17 صد است. یک خورما مچم در افغانستان هست نیست، ایرانی هم بسیار ضعیف است، خورمایی که در کشورهای عربی است این قوت داره، هم لذیذ است، انسان خوش میشه، هم سیر میکنه. و الاعناب انگور، اقسام انگورها، در افغانستان مثلا 20 قسم انگور است، این تو انگورها این هم سیر میکنه و هم خوشایند است، تفکر لذت انسان حاصل میکنه. ما تعجلون من خ... دیگه ای که تتخیزون جور میکنین سکر، یعنی جورش میکنین خمرن، شرابی که نشه میکنن از انگور و خورما جور میشه. او وقت جایز بود جور میکردن و میخوردن. طبری میگه انما نزلت هذه الآیه قبل تحریم الخمر، پیش تحریم خمر ایده مکان نازل شده بود، یعنی ثم حرمت بعد و بعد از باز حرام شده. و رزقا حسنا، رزق زیبا، رزق زیبا مثل تمر، چی از خورما و انگور دیگه کشمش و ایناست، از این رزق حسن از این کشمش جور میشه و تمر یعنی خورمای خشک رد که است تازه شه. میگه عبدالله ابن عباس میگه رزق حسن آنچه که الله حلال کرده از ثمره میوه ازی و سکر، سکر دیگه نوشابه و آبش که است حرام شده از میوه پسان حرام شده بود. این فی ذلک لایت لقوم یعقلون، بدون شک دمی دلیل است برای قومی که تعقل و تفکر میکنن. قدرت الله را میگه ببینید، از یک آب چقدر چیزا را پیدا کرده. ابن کثیر میگه و ناسب ذکر العقل ها هنا، مناسب است که عقل دیجه یاد شود، لان اشرف ما فی الانسان، مشرف ترین معزز ترین چیزی که در انسان است عقل است، لان او اشرف، عقل بسیار، عقل نباشه اون حیوان دیگه چی هیچ چیزی را تمیز کرده نمیتونه. و می خاطر الله حرام کرده به این امت اشربی مسکره را، نوشیدنی هایی که نشه میکنه، سیانتا لیقول ها، به خاطر سیانت حفاظت عقلش که عقلش از بین نره، شرابه که خوردی عقل از دست میدی. هر وقتی که الله یاد کرد که آنچه دلالت به قدرت عظیمش میکرد، حکمتش که از شیر از بین سرگین و خون بیرون میکند، رزق حسن از میوه های انگور و خرما و اینا، آل الله اخراج عسل بیان میکنه. و عسل سیکو از یک حشره، از یک حشره زنبور چقدر چیز بسیار شیرینه بیرون میکنیم که چقدر دهی قوت ده دهی شفا است، که الله ایره شفا گردانیدگیش بر مردم. یک حشره ضعیف عجایب به قدرت الله است دهی، این کلش دلالت به وحدانیت الله میکند، قدرتش و عظمتش. و اوحا ربک الی النحل، الهام کرد رب تو به طرف زنبور اصل، ان اتخذی من الجبال بیوتا، اینکه بگی از کوها خانه و من الشجر یا درختها خانه جور کو، و من ما یارشون آنچه کینا چپری جور میکنن، ثم کلی باز بخو من کل ثمرات، هر قسم میوه فصل کی روان شو سبول ربک، در مرایی که رب تعیین کرده ذلولا تابع، یخرجو بیرون میشن من بطون ها از اشکم امی زنبور اصل، شراب خوردنی و نوشیدنی مختلف الوان که مختلف است رنگایزی، فی شفا للناس، دی شفا است از برای همه انسانیت. این فی ذلک لایت لقومی تفکرون، بدون شک دی دلیل است از برای قومی که فکر میکنن با قدرت وحدانیت الله. والله خلقکم ثم یتوفاکم، الله شما را فریده بعد مرگ میارد با بالا شما، و منکم من یرد الى ارض الامر، بعض از شما کسایی که رد می شود به ذلیل ترین عمر، پیر می شود 80-90 سال، لیکن لا یعلم بعد علم شیا، تا که نمی داند بعد از علم هیچ چیزی را، ان الله علیم قدیر، بدون شک الله علیم است، قدرتمند است. والله فضلکم، والله فضل بعدکم علی بعد فی الرزق، الله برتری داده بعد شما را به بالای بعد دیگه در رزق، یکی سرمایه دار دیگه فقیر، یکی متوسط. فما الذين فضلوا، نیستن اون کسایی که برتری داده شدن در رزق، به راه دی رزق رد کننده رزقشان، علی ما ملکت ایمانم، با او خدمتگارایی که مالک شده دستای راست از اینا، فهم فی سوا، آیا اینا برابر می شوند؟ نه. فعفا به نعمت الله یشهدون، آیا نعمتای الله را انکار میکنن؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، الله فريد است برای شما از جنس خودتان ازواجا، جورا اقسام اولادا خانم ها را، و جعل لكم من ازواجكم، و فريد است خانم های شما بنین اولادا، و حفدا نواسا، و رزقكم من الطيبات، رزق داده شما را چیزای پاکیزه. افا بالباطل یؤمنون، آیا به باطل ایمان میارن، و بنعمت الله هم یکفرون، به نعمت الله اینا کفر انکار میکنن.
و یعبدون من دون الله عبادت میکنن بغیر از الله ما لا یملک لهم رزقا فی السماوات و چیزایی را که اختیار رزق ندارد من السماوات در از آسمان ها و الارض زمین شاین ایچ ولا استطیعون ودن توانایی دارن فلا تضربوا لله الامثال بیان نکنید از برای الله مثال های شرکی و کفری را ان الله یعلم و انتم لا تعلمون الله میفهمد شما نمیدانید آل الله تعال این دیگه نعمت های خود را بیان میکنه که سعی کنین این نعمت های بزرگ دیگر را که الله آفریده گیست او چی است؟ زنبور عسل الله میگه سعی کنین او حارب بکا وحی به چندین معنا آمده گیست اینجا به معنای الهام است یعنی در فطرتش در فطرت امی خود طبیعت و سرشت زنبور عسل الله اینه می رمانده الهام کرده گیست الهام و هدایت، هدایت فطری وحی که در ربط به نحل یعنی هدایت کرده فطرتن، الهام کرده گیست چی را مصالح امی زنبور عسل ارشادش کرده به بنای بیوت که خانه ها را جور بکند مسدسه، شش زلی، عجیبه، تا ویلای فی سلاس امکنه در سه جای جای می گیرد او حارب بکیل نحل یعنی تخیدی اینکه بیگه از کوه خانه یکی در کوه اصل کس یکی کویست یکی درخت یکی جور میکنیم اصل کوی بسیار بهترین قوی است بخاطر کنجا نباتات اینا را میگیره و میره در اونجا یعنی زنبوری یا پا چیز نیست بوره نمیخوره ننوره و بسیار میوه هایی که با دکو است و نباتات اینا قوی قوی است اما چیزای شیرای قوی را میخوره و باز اونجا موادش که است مواد غایتی از اون اصل است مواد غایتیش بسیار قوی است و این کم یافت میشه در اینجا نخواد یافت شود اینجا در این کابل نخواد یافت شود و شجر درخت دیگه در درخت اون بینای درخت آواز میکنن در اون جای میگیره ببینی سوراخ کده چیز میمانن اما اصلا بیرون میکنن و الاکوار دیگه یارشون اکواری که در بین جورش میکنن مردم مردم او صندوق ها و این چیزها را جور میکنن مختلف چیزها یا در سر چیز میمانن یک صندوق الله گفت از اینجا بگی ثم کلی ای اگر نه اگر ای گب نباشد هر قدر صندوق جور کنی و در اونجا نمیبشینه هیچ زندگی نمیکن قدرت الله ثم کلی باز بخو من کل ثمرات الله گفت ایرا در طبیعت شما در هر قسم میوه از هار و سمار که اشتیا میکنی یعنی حلو باشد شیرین باشد تلخ باشد ترش باشد الله که از قدرت داره که کلش عسل جور میکن تلخ هم بخوره عسل شیرین میشه ترش هم باشد الله شیرینش میکن هر چیز میگه بخو فصل که ولی میوه چیزای مرداری نه فصل که سبول رب که برو برای رب زلا این راهی که در طلب مرعا و چراگاه است مسخر است هیچ راه را گم نمی کنی در رفتن آمدن این میره قدور میره و میخوره پس میده مخانش فکر میکنی که مثل تیارا که است راداری را چیز کده نه سوقش میته و میره و میه یخرج من بطون ها بیرون میشه از امی اشکم امی زنبور عسل شرابون شراب یعنی عسل شاد که میگن شهد عسل متنوع است مختلف الوان رنگش فرق میکنه بعضی سرخ است بعضی سفید است و در عسل فروشی ها بریم بعضی زرد است مختلف نظر به اون چیز فیه شفاء للناس الله میگه دی شفاش شفاست از برای مردم من کثیر من الامراض بسیاری مرضا را شفا میکنه مردم میگه که لکل و لکل دان از برای هر چیز که است قال رازی امام رازی میگه که فین قالو کیف یکون شفا للناس چقدر شفا میشه در حالی که و یزور به صفرا خو ضرر میرسانه جوابش که الله تعالی نگفته که شفا به هر انسان یعنی به هر مرض در هر حالت بلکه شفا بر بعضی مرض هاست به بعض دوا از استفاده میشه البته یکم چیز کتیش یک جای کنی دمو هم شفا بعضی چیزایی داره کتیش خلق میشه باز به هر چیز شفا صلاحات پیدا میکنه که توصیف شد که این شفا است به نفی شفا یعنی بعضی وقت یک چیز خلق میشه به بعضی مرض ها کرد یک چیز دیگر دو میپردی یک کسیش کم درد شد حدیث صحیح است رسول الله هم گفت عسل بخو رفت عسل خورد گفت زیاد شد یا رسول الله گفت باز برو باز رفت خورد باز گفت جور نشد گفت باز برو باز که خورد جور شد گفت چطور شد گفت جور شدم گفت الله راست میگه اشکم تو دروغ میگه گفت الله میگه شفا است تو اشکم درد شدی واقعا به مشکم دردی بسیار باز شد خوب است قدیم زیاد خورده بری جور میشه دهی حالا میگن یک انتیبیتیک دهی است طبیعی که میکروبه که داخل میشه در وجود میکروبه را کشته میره از بین برده میره قوی انتیبیتیک است
خودمی، ولی به شرطی که همی عسل صاف باشه. حالا خب بوره پر است، نیم زیادش بوره است، خلطم میکنن این ظالما. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، بدون شک دهی دلیل است برای قومی که فکر میکنن. و دهی ها یک نظام هم است، حال تحقیق کردن، یک ملکه داره، هر کسی که داخل میشه در یک خانه میبینه که چیزای مردار خورده، یعنی بوی میکنه که پاک بود، خوب نبود، کلیش میبره. اینجا ملکه است، دمدان خانه ششتا. این تو نظم است که فکر کنین نگه. والله خلقكم، الله شما را آفریده به قدرت خود بعد از اینکه چیز نبودین، ثم يتوفى، بعد میمیراند. الله ما شما را پیدا کرد، وقت ما که پوره شد مرگ میاره، بعد از شما را عمر زیاد میتن، بعضی کم، این کار الله است. مؤمن هم يرد الى ارض العمر، بعضی رد میشه به ضعیفترین عمر، رزیلترین عمر که حرم و پیری است. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه الله من یعذب بك من ان ارد الى ارض العمر، از این پناه خواست. بعضی میره پیر میشه، لیکن لا یعلم بعد علم شیء، تا که نمیداند بعد هیچ چیزی را نمیفهم بعد از علم، یعنی فراموشی برش رخ میده، مثل طفل میشه در نقصان قوت و عقل. یک کسی گفت پیر شده بود، میگفتندش چه قسم حالت است، میگفت که 40 سال من چم جغرافیا را درس داده بود، نقشه دنیا را. باز میگفت که افغانستان در قاره اروپا است، میگفتن نه در آسیا است، میگفت نه بچه من 40 سال درس دادم در قاره اروپا است. نمیفهمید میتو واقعا پیر که شود هیچ گپ و گپاش گرد بود از چیزهایی میگه. یک کسی گفته بود که روسا در این خاک حمله کرده، الله تبایشان کنه. گفتن روس موس نه، سال دیگه کس هست. گفت نه روس آمده، چی میگن شما خبر نیستین، روس هست روس. یعنی گدودی میباشد در وجودش، هیچ نمیفهمه، فراموشی برش رخ میده. خیر است این حال اگه این گپ شد، الله اینمی تو را که جوانی و پیری را کی میکنه، الله میکنه. ما و شما جوان هستیم، الله میفهمه، مرگ نمیفهمیم. یکم تا میگه جان مرگ شد، گفتمش اونجا نرو مرد، دیدی اون کار او رفتن نبود، او الله او را جان مرگ ساخت. ان الله علیم قدیر، بدون شک الله علیم است به تدبیر مخلوقات، صاحب قدرت است با آنچه که اراده بکند. مثل قدرت داره به نقل انسان از علم به جهل، قدرت داره به احیایش بعد از مرگش، زندیشان میکنه. اکرمه میگه من قرار قرآن لم يرد الى ارض للعمر، ما شاء الله. اکرمه تابیوس شاگرد عبدالله ابن عباس میگه کسی قرآن بخوانه برزل العمر نمیره، راست میگه. قرآن که بخوانه و درس بده، مثلا شیخ عبدالسلام ببین 80-90 همین تو درس میداد، آوازش بلند جوان واری، ما شاء الله، کل عقلش بجای بود، کل گپ میفهم، دیوانه نمیشه، گپای گرد نمیزنه. قرآن بخوانه، قرآن بفهمه. علمای قرآن خان امیتوس، علمای فیلسوف که سقراط و بقرات فیلسوف هم میخوانه، افلاطون اینا، او را ببینی که هیچ چیزی رو نمیفهمه. قرآن واقعا شاه منصور بابا را میگن، نونه با وجوده که نیداره مشکلات داشت، 150 ساله بود میگه. این تو میآوردندش میشاندندش از صبح تا دیگر شام درس میدن قرآن، آواز بلند امیتو، 150 سالگی وفات کرده، عقل خدا دست نداد. سبحان الله، واقعا قرآن آدم تازه زنده نگاه میکنه و قوت بدنیشان قوی میباشه. کسی قرآن بخوانه واقعا قوت بدنش بالا، این قوت جنسی گه باشه. این کسی قرآن خوان نیستن بسیار ضعیف هستن، به شرطی که تقوا داشته، تقوا قرآن با تقوا خوانده شد، این بسیار قوی میباشه. یعنی میال سعی کنین، من مریض شدم در زمستان، شدید مریض شدم، ولی الحمدلله تفسیر ادامه داشت. این قوت قرآن است، الله این قوت انداخت با برکت قرآن. و الحمدلله در 3 سال تفسیر صبح ادامه داره، مریضی ها شدید آمده. نمو تو مریضی هر کس شما میفهمین مریض میشه، کل بدنم درد کدوی، ولی درس ادامه دادیم، هیچ درس ترک نشده. این قوت الله میته، به می خاطر رسول الله هم صحابه بسیار قوی بودن، یعنی اونا چیز قوی نمی خوردن، قرآن زیاد می خواندن، چیزای قوی نبود، عمل و تقوا داشتن. تقوا انسان قوی نگاه میکنه. حالا بعضی که پای دیگه حدیث یادم آمد، او را نمیگم، یعنی قوت صحابه را براتان بگم که چه قوت ها داشتن. والله فضلکم بعدکم علی بعد فی الرزق، حالا الله بیان میکند که الله ذات است که برتری دادگیست، بعض شما را در بعض دیگر با بالای به با در رزق ارزاق
این غنی است، این فقیر است، این مالک است، این مملوک است، این متوسط است، با سرمایه دار. الله میگم یک سرمایه دار است دیگه نیست، او زور بازوش نیست که اگم تو میگم کار کردم می تو کردم، نه این کار ماست، الله میتا در رزق برتری داده. اینال شما رزق از الله بخواین که میخواین، فابتغوا عند الله الرزق، به ان شاء الله رزق طلب کنین. اینال الله میفرماید یک کسی که سرمایه دار است غلام داره، کدام دفعه میشه غلام با امیسر مولا با غلام ایق سرمایه بده که کلش مساوی شون در مال سرمایه، که یکی بدون اجازه دیگه تصرف نکنه، ایق صلاحیت با غلامش میته؟ نه. وقتی که نمیته میگه الله با مخلوق این صلاحیت اولویت نمیته، اختیاراتی که الله داره که مخلوق مثل الله تصرف بکنه در کائنات این کار نمیکنه. این مخلوق است، مخلوق شما بنده هستین، هیچ وقت من مخلوق خدا و بنده های خدا درجه اولویت نمیتم. یکم تا میگه شرک اعطایی، این میگه اگر قدرت نده الله برش داده، الله میگه این تو نمیتم، من مثل که شما نمیتین، شما به غلامایتان این تو یک چیز نمیتین، حتی انسان به می خانمش این تو تصرفات مساویانه را نمیتن. خانمش چقدر نزدیک است برش، نه همسرش است، یک شوهر نمیخواه همسرش مثل خودش در مالش تصرفات داشته باشه، و یا اینکه هر وقت که ای بخواهد ای تو شریکش بسازه که به اجازه خانم بگه اجازه است که من بگیرم، نه بسیار خانم من دوست داره ولی اوقات صلاحیت برش نمیده. ای پس که شما میگه مملوک هستین، شما خو بنده هستین، مخلوق، من شما چرا اختیار بتم؟ اولویت ما تصرف پیش ماست دیگه، کس به امرای ما شریک نکنید. فمن الذين فضلوا برادی، این مفهوم امیات برتان گفتم، نیست اینمی اغنیا و سرمایه دارایی که مشرکین هستند، فضلوا یعنی همین کسایی که اغنیا برتری داده شدن به سرمایه مشرکین، چی نیستن؟ برادی رد کننده و دهنده رزق هم، رزق خودران را على ما ملکت ایمانم، به ممالیک و غلامای خودان، یعنی آن چیزی را که الله رزق داده اموال یا نمیتن که به اونا بتند، حتی یستو فی ذلک، تا اینکه برابر شن به امرای غلامایشان. یا الله یک مثال است که برای مشرکین بیان میکنه که شما نیستین که شریک بکنین غلامایتان در مال و زنایتان، چه قسم شما بندای مرا به امرای ما در حکومت و پادشاهیم شریک میکنی؟ او ظالما، میگه تو کت زنت غلامت شریک نمیکنی، در مالت نمیکنی، چه قسم مخلوق الله رای بوتا به امرای الله شریک میکنی؟ او ظالم، که مخلوق مخلوق هستن و بنده ها مملوک هستن، عقل ندارین؟ افا به نعمت الله یشهدون، ای همزه استفهام انکاریست، آیا به نعمت الله انکار میکنین؟ شریک میکنین به امرای الله غیرش؟ میگه فلانی میتا و ایتور میتا، حال مردم میگه کابل ها که هست عاشقان و عرفان نانش هم میتا. ای ظالم بیدین، بیدین ظالمه. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، الله ان ذاتی است که خلق کرده است با قدرت خود از برای شما، ان من انفسكم از وجود شما، از یک دیگرتان ازواجا خانم ها، این زنا از جنس خودتان است تا که ائتلاف و محبت پیدا شود. الله میگه این از دیگر جنس نیست، از جنس خودتان است، محبت کنین با خانم هایتان، سعی کنین و قدرت الله را ببینین. و جعل لكم من ازواجكم، و فریدگی است الله از اینمی خانم ها اولاده، از واجکم بنین، اولاد، اولادای اولاد، و حفظه نواسه و کواسه و کون کاسه، هرچی که هست کلش از اینمی پیدا میشه. سمو حفظه گفت بخاطر یا خدمت میکنن اجداده و در اطاعتشان میدون بچه و نواسه، نه؟ الله میافرید، الله میگه ما کردیم، اگر شما خواب میشین خلاص یک استفاده جنسی میکنین، وجا کی کار میکنه در رحم خانم؟ الله میگه ما برا ما پیدا میکنم. و رزقکم من الطیبات، رزق میتا شما را از چیزای پاکیزه، انواع لذت ها، میوه ها، حبوب، دانه ها، حیوانات، ایر الله میتا. افا بالباطل یؤمنون، آیا با باطل، یعنی بعد از اینکه ثابت شد که نعمت ها جانب الله، با باطل ایمان میاریم؟ باطل یعنی بت ها و مخلوقات و مردا و این گپا به ایمان میآورن، و به نعمت الله هم یکفرون، به نعمت الله اینا انکار میکنن که رحمان ذات است، این ظلم است میگه نکنین. و یعبدون، و چی از کفران نعمت عبادت میکنن بغیر از الله، مشرکین، ما او بتا و چیزایی را که لا یملک لهم رزقا، قدرت نداره رزق از آسمان و زمین، رزق آسمان انزال مطر باران بیار، از زمین چیست؟ زراعت و درخت ها و اینا، نه کم رزق نه زیاد، ولا یستطیعون، توانایی ندارن اینا، قدرت ندارن اینا که بر خود رزق بتن،
یعنی اگر الله اراده بکند اینا توانایی ندارند که برای خود رزق بدن. پس فلا تضربوا لله الامثال، بلی الله مثالای شرکی بیان نکنید، الله را مشابه مخلوق نسازین، لیس که مثل شیان. اینا میگفتند الله این طور است اون طور است، ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میفهمد شما نمیفهمین. الله حقیقت ها را میفهمد، الله خود میشناسه و ذات خدا که من چه قسم هستم. چرا مخلوق با امرای ما شریک میکنین؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. الله بيان ميكونت يك مثال يك بندي غلامي كي مملوك است قدرت نداره به هیچ چیز و او کسی را که ما رزق دادیم از طرف خود رزق شایسته، فهو ينفق منه سرا وجهرا، پس این مصرف میکند آشکارا و پنهانی. هل يستوون، آیا اینا برابر هستند؟ الحمد لله، این تمام صفات الوهیت از برای الله است، بلکه لا یعلمون، بلکه اکثر از اینا نمیدانند. آل الله ای را بیان میکند. یک مثال دیگر، یک غلام مملوک است، هیچ قدرت نداره، یک پول سرمایه دار است که شب و روز آشکارا و این مصرف میکنه، امی دو برابر شده میتونه؟ نه، یعنی بوتای شما مثل یک غلام است که چی صلاحیت نداره. الله کس مثل اونمو کسی است که شب و روز مصرف میکنه قدرت پیشه. وقتی شما چطور این بوتا و این مخلوق مردار به امرای الله مساوی میسازین؟ این مثال است که الله بیان میکند برای نفس خود، به ذات قدرت خود و بوتایی که اینا شریک کردن. میگه شما این بوتا و معبودایی که جور کردین به امرای الله، این دو برابر نیستن. مثال هاولای فی اشراکم، مثال از اینا در شرکشان، و مثال اون کسی که سوا برابر است، در بین برابری میکند در بین غلامی که مملوک است عاجز از تصرف است و در بین حوری که مالک است متصرف است، هر قسم مصرف میکنه. آیا امی دو برابر است؟ سیان در بشریت، در مخلوقیت نی. وقتی که نیست، او رب العالمینی که قدرت دارد، چه قسم عاجز مخلوقات با اینا برابر میکنه؟ یکی که الله میگه ما رزق دادیمش رزق حسنه، این مصرف میکند آشکارا و جهر به خاطر الله، مثل که الله مصرف میکند. او یکی است که هیچ اختیار نداره، غلام. این دو برابر شده میتاند؟ یعنی هیچ وقت غلام به امرای مولاش برابر شده نمیتاند، احرار و غلاما. پس بوتا مثل عبد مملوک است، قدرت به چیزی نداره. الله تعالی صاحب قدرت است، به پیش رزق است، متصرف در کائنات است. این چطور به امرای این بوتا شما برابر باشد؟ مثل که غلام به امرای مولاش برابر نیست. الحمدلله، یعنی دلیل بسیار واضح شد، تمام صفات الوهیت از برای الله است. شکر الله را بکنین، بل اکثرهم لا یعلمون، بل اکثر از اینا جاهل هستند، با وجودی که حق آشکارا شده گیست مثل آفتاب، لیکن این مشرکین به سبب کم عقلی و جهالت و حماقتشان ایمان نمیارن و مخلوق به امرای خالق، مالک به امرای مملوک برابر میکنن. الله بر ما شما توفیق بده که از شرک و کفر دور شویم. و صلی الله علی نبی محمد و علی آله و صحبه.